یک سال پس از انتشار پیمان نوین، تحول بزرگی در چشم‌انداز سیاسی ایران ایجاد شد. اینکه به قول معروف یخها باز شد، خیلی مسائل حل شد و در واقع خط و راهی رو نشون جامعه ایران داد از نظر سیاسی. من فکر کنم اولویت‌هاش و گفتگوهای در اون پیمان نوین بیشتر برمیگرده به سیستم محوری، نه فرد محوری. به نظر من یکی از شاخصه‌هاش همین میتونه باشه که از درون اون همبستگی ملی هم به وجود خواهد آمد. اما قبل از اون که میخوام به این مسئله بپردازم، با اومدن بیرون اون و مورد اقبال قرار گرفتن این پیمان نوین، تأثیرات بسیار بسیار زیادی رو گذاشت و مسائل رو عمده کرد، مثل نهب جمهوری اسلامی که فکر میکنم یک گفتمان اجتماعی بزرگی شد در اون و برون ایران که در واقع در این تاریخ 42 ساله واقعا بی‌نظیر بود. سپس رفت به رای بی رای، باز در اون هم موفق بود و توانست مشروعیت نظام رو به طور کلی زیر سوال ببره و سپس راهکار همون که همبستگی ملی و با آری به همبستگی ملی شد و فکر کنم این مسئله حرکت بسیار بسیار تحت لوای نو جمهوری اسلامی و برآمده به طور کلی از همه چیز از اون پیمان نوین این تأثیرات شگرف رو ایجاد کرده که خطوط رو در واقع به یکدیگر نزدیک‌تر کرد از طرف طیف مشروطه خواهان، طیف جمهوری خواهان و واقعا روش دموکراتیک رو بنا گذاشتن به طور کلی. من فکر می‌کنم این راه تأثیرگذار بوده و همچنان تأثیرگذار هم خواهد بود. من مطمئنم که تلاش‌های در ایران در جاهای مختلف بین نیروهای مختلف سیاسی داره انجام میشه و کم و بیش آدم ازشون با اطلاعات و واقعا اینو من یک پیامد بسیار خوبی می‌بینم از دید خودم به خاطر مسائلی که در واقع عمده پیرامون این جریان داره میگرده و حرکت بسیار بسیار به جایی بوده به نظر من و تأثیر بسزایی گذاشته و یک مسئله رو کلن عادی و راحت کرد که در یک جایگاهی قرار گرفتن و حتما فردی اشاره کردن و همه چی رو در اختیار اون گذاشتن که اون تصمیم میگیرد که چه کنیم نکنیم، از اون مسئله تقریبا بیرون آمده و از حالت فردی به طور کلی یا گروهی که دست کسی باشه صحبت شده که واقعا کارساز نیست، مگر اینکه بتوانیم همبستگی ملی ایجاد کنیم و در واقعا مسائل مختلف که درگیرش هستیم راهکار پیدا کنیم به کمک یکدیگر و ادامه بدیم و جنبش رو در واقع خیلی قوی تر و بایستر و با پشتیبانی بزرگ دوستان انجام بدیم. در حال من فکر کنم این خط جلو ملت ایران قرار گرفته و نقشه راهی است که در واقع به یک حرکت کلی اجتماعی چه در اون چه برون در واقع بیانجامه و بتواند سرنوشت در واقع ایران رو به شکلی رقم بزنه. در حال این امیدواری هست و امیدواری هم بد نیست، در واقع میشه بگم باور هست و به این باور هم خواهیم رسید. سپاسگزارم، موفق و معید باشید.